بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. و علیکم السلام دخترم. بودو رسوایی حاجی من افتانه بودو تموم شد. فیلم خودتون رو میخرید؟ ما باید با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در این جلسه میخواستم یک صحبتی داشته باشم با شما عزیزانم در رابطه با فیلم رسوایی. میخواستم یه مقداری در رابطه با این فیلم با شما صحبت کنم و صحبتهایی که امروز میخوام به عرضتون برسونم در چند قسمت به هم پیوسته قرار داره. قسمت اول فیلم رسوایی برمیگرده به انتشار خبر درست شدن این فیلم و آماده شدنش به عنوان یک محصول سینمایی برای عرضه شدن. وقتی که گفته شد که تیم مسعود دهنمکی با همکاری الناز شاکردوست و شریفی نیا و اکبر عبدی و دیگران اومدن و در درست کردن این فیلم بازیگری ایفای نقش کردن و غیره و کارگردان و تهیه کنندم مسعود دهنمکیه، این بوغهای تبلیغاتی سایت های پوششی وابسته به نهادهای نظامی مطبوعاتی که نهایتاً سر نخشون به دستگاه های اطلاعاتی مربوط میشه برداشتن و یک مقاله هایی منتشر کردن راجع به این که در مارمولک نشون داده میشد که چه اشخاص دغلکاری ممکنه از روی نیرنگ و ریا لباس زهد به تن بکنن برای این که راحت تر بتونن به باور مردم نفوذ بکنن، و در اونجا مورد افشا قرار گرفته بود، رسوایی درست شده تا آثار فیلم مارمولک با ایفای نقش پرویز پرستویی رو از اذهان پاک بکنه و یه چهره دیگری ارائه بشه از قضیه مربوط به زهد. یک دود و دمی به این صورت این سایت های پوششی امثال ندای انقلاب و بولتن نیوز و نمیدونم اینا به راه انداختن، اما در واقع قضاوتشون بسیار عجولانه بود و خیال پروری میکردن. بر جوانان جاه طلب آرزو عیب نیست، اینا امیدوار بودند که این فیلم رسوایی در واقع یک چون این قضیه ای رو هدف قرار داده باشه، اما واقع قضیه غیر از این بود. یعنی نگاهی به تهیه کننده و کارگردان و تیم متفاوت بازیگری نشون میداد که اصولا این فیلم با یک نیت دیگری بر روی صحنه رفته. البته لازم به یادآوریه که پیش از این فیلم یک فیلم دیگری درست شده بود به نام فقر و فحشا که یه مقداری از دستمایه اساسی سناریوی اون داستان که چطوری تنگ دستی و تهی دستی و مشکلات مالی اقشار آسیب پذیر رو ممکنه
از صراط مستقیم به انحراف اخلاقی بکشونه بررسی شده بود، کاد الفقر ان یکون کفرا حتی. ولی به هر حال این رسوایی نمیخواد فقط مسئله فقر و فحشا و ارتباط این دوتا رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بده، یه چیزی عمیق‌تر از این هستش. وقتی که با دستندرکاران تهیه این فیلم صحبت میشه، راجع به مباحث دیگری گفتگو میکنن که اونها رو لحاظ قرار دادن. در جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی وجود داره، فقر وجود داره، در نتیجه انحرافات اخلاقی ممکنه به وجود بیاد و سلامت اخلاقی جامعه تهدید بشه، حال باید چجوری از سلامت اخلاقی جامعه دفاع کرد؟ آیا با راه انداختن گشت ارشاد؟ با چماق کشی؟ با جریمه کردن؟ با زدن زنان یا مردان بدحجاب به اصطلاح؟ یا نه، یک روش های دیگری هم هست که در این فیلم رسوایی مورد بررسی قرار گرفته. اتفاقی نیست که تهیه این فیلم قرعش به نام مسعود دهنمکی اصابت میکنه که تهیه کننده اخراجی هاست و تیمی که باهاش کار میکردن. این نکته اتفاقی نیست و مسئله‌ایه که بعداً مفصل بهش می‌پردازیم. در واقع در این فیلم یک شخصیت محوری وجود داره که یه شخص مهذبه، یک شخص پاکدامنه. این محور اصلی فیلم رو تشکیل میده. آقای شریفی نیا انتظار داشتند که این نقش به ایشون واگذار بشه، اما این نقش به اکبر عبدی واگذار شد و برعکس نقش مخالف به آقای شریفی نیا واگذار شد. اون کاراکتر عارف و اون روحانی فیلم، اون نقش روحانی نقش ویژه بود، یعنی نقش کاملا متفاوت از بقیه نقش ها. یعنی آقای شریفی نیا در واقع به عنوان یک کسی که تحریک میکنه احساسات مردم رو و اونها رو به سنگ پرانی و چماق کشی و قوقا سالاری رهنمود میده ایفای نقش رو. من از شما این شبیه تماس بگیرم، سنگاتونو برداریم و این خونه فساد رو بر سر فاسقش خراب کنیم. نقش آقای اکبر عبدی یک مرد صالح مهذب با تقواست که در سنگر تقوای خودش قرار داره و نمیذاره که جامعه صلاحش رو به فساد مبدل بکنه. برعکس نقشی که آقای شریفی نیا ایفا میکنه نقش یک شخصیه که میخواد روی موج احساسات تعصب آمیز مردم سوار بشه و اونها رو به چماق کشی و سنگ پرانی وادار بکنه. خانم الناز شاکر دوستم در واقع نقش یک دختری رو بازی میکنه که به اخشار تهیدست جامعه تعلق داره، با مشکلات مالی دست به گریبانن، مسائل عدم پرداخت سفته و چک و بدهی های بسیار زیاد وجود داره و بعد این به یه راه انحرافی کشیده میشه. توانا بود هر که دارا بود. در اثنای این فیلم این دختره تنگ دستی که به راه انحراف اخلاقی قدم میذاره و سر راهش برخورد میکنه به اون شخص مهذب و با تقوا، یادآور فضای عرفانی داستان شیخ صنعان در کتاب منطق الطیر جناب شیخ فریدالدین عطار نیشابوریه.
شیخ صنعان پیر عصر خیش بود، در کمالش هرچه گویم بیش بود. و ایشون در اثناء سفری که به جانب مکه داشته میرفته، سر راهش به یک صومعه میرسه و در اونجا یک دختر ترسایی بوده که اون دختر ترسا در واقع به سنگر تقوای اون شیخ میخواد نفوذ بکنه و اون رو وسوسه کنه و اختیار اون رو، عنان اختیارش رو از کفش خارج بکنه و اون رو به راه ناسواب بکشونه. خانم الناز شاکردوست در واقع در این فیلم با ایفا کردن نقش یک دختر رسوا، یادآور اون دختر ترسا در داستان شیخ صنعان، و آقای اکبر عبدی هم یادآور خود شیخ صنعانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. و علیکم سلام دخترم. طرح داستان شیخ صنعان در هزاره سوم میلادی در قلب تهران، پایتخت ایران، کشوری که میگه 34 سال در صدده که ارزش‌های اخلاقی رو احیا بکنه، اتفاق میفته در فضای جنوب شهر. خدا رسوایی حاجی. گفته میشه در طول این 34 سال به کار بستن دستوراتی که فقها دادند میتونه یک سنگر قوی تقوا در برابر وسوسه های نفسانی ایجاد بکنه. اما آیا در جامعه همچین چیزی اتفاق افتاده یا نه؟ آمار و ارقام غیر از این رو نشون میده. یعنی وضعیت اعتیاد و پایین اومدن سن فحشا در جامعه نشون میده که اون چیزهایی رو که میگفتند فقها پیش از اینکه قدرت به دستشون بیاد، اگر پیاده بشه بنیان و ریشه انحراف اخلاقی از جامعه کنده میشه، خیال پردازی بوده، آرزو پروری بوده، اوتوپیا بوده، با واقعیت انطباق نداشته. واقعیت غیر از این رو نشون میده. پس باید چی کار کرد؟ اینجاست که ما ملاحظه میکنیم که آقای اکبر عبدی نقش یک فقیه زاهد رو بازی نمی کنه، نقش یک عارف مهذب رو بازی می کنه که هیچ گونه وسوسه ای نمی تونه وسواسی در درونش ایجاد بکنه. نشنیدی لگن عشق پیری گرد جنبت سر به رسوایی زنند؟ وقتی که میلوارید از صدف بیرون باشد، دست ها به سمتش دراز می شود. عرفان که سنگره حفظ ارزش‌های اخلاقی در جامعه به شمار میره. آره، عرفان تو این فیلم. یعنی در واقع میتونیم بگیم که این فیلم، یعنی فیلم رسوایی، تکمله فیلم مارمولکه، نه بر علیه، مکمل اونه. یک تحلیل دقیق تری رو ارائه میده، عمیق تری رو ارائه میده. وقتی بسیاری از اشخاص ناباب مثل مارمولک به دروغ و دغل فقط برای سوء استفاده برای دنیای خودشون لباس زهد و زاهدان رو به تن میکنند و دست چپاول در بیت المال دراز میکنند و ایجاد فقر در جامعه می کنند و شکاف طبقاتی رو عمیق‌تر و دفیق‌تر می کنند، این باعث میشه که اون بنیاد ارزش‌های اخلاقی فرو بریزه، اعتقادات زوال پیدا بکنه. اون کسانی که میگن باید امر به معروف و نهی از منکر کرد، آیا خودشون این کار رو میکنند؟ یعنی نفس خودشون رو امر به معروف و نهی از منکر میکنند
یا مطابق آیه قرآن مجید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، نه امر به معروف و نهی از منکر رو فقط برای سرکوب مردم به کار نبرن، خودشون هر کاری دلشون میخواد میکن. اینه که در این فیلم میگه واعظان این شعر حافظ رو میخونه، واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. گویی یا باور نمیدارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند کارو که بدبر میکنند. یا لا 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 اصلا کیه که حواسش به این دافی نباشه؟ پس با درست شدن این فیلم رسوایی ما مشاهده میکنیم که برخلاف تمام دود و دمهای تبلیغاتی و گرد و خاکهای مراکزی مثل مؤسسه فرق و ادیان در قوم یا مؤسسه های مشابه مراکز موازی مثل شبکه هیئت ها و مسجد در بروجه و خلاصه ده ها و صد ها مرکز مشابه که تمامی تلاششون برچیدن عرفان اسلامی و اصول تصوف از جامعه ایران بوده، مسعود دهنمکی با بودجه بیت المال مأموریت پیدا کرده که برای نشان دادن جایگاه واقعی عرفان راستین اسلامی یک چنین فیلمی درست کنه. راهت از کوچه رندان که سلامت بگذر تا خرابت نکنن صحبت بد نمیشن. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی هست. هر چیزی یک تومی داره، دنیا مثل عروس هزار داماد است، برای هر کسی یک طوری خودش را بزک میکنه. آدم زیبا با لنز، پولدار با بیز، مقام دارد با مز. پس میخواد مسعود دهنمکی با این فیلم نشون بده که اون کسانی که مانند این حاج آقا در این فیلم که اکبر عبدی نقشش رو ایفا میکنه به تهذیب نفس بر اساس اصول عرفانی پرداختند، اینها سنگر دفاع از ارزش‌های اخلاقی در جامعه بحران زده به شمار میرن، چون با تقوا هستند و تقواشون ریایی نیست. اینها کسانی هستند که نوع زندگیشون الهام بخش دیگران میتونه باشه و حتی اونها رو از راه انحرافی که توش قدم گذاشتن برگردونه به مسیر ثواب بیاره. قهرمان داستان اون حاج آقا مثل شیخ صنعان در معرض وسوسه های نفسانی قرار میگیره، اما وسوسه هایی که عامل بروزش ترفندهای تنازانه یک دختره که به سبب فقر و تنگ دستی به مسیر انحراف اخلاقی قدم گذاشته و با قدم های استوار با کفش های پاشن بلند قرمز برای وسوسه و اغواگری در جامعه حرکت میکنه. این مار خوشخط و خال زن بود، مرد بود، متوجه نشدید؟ حالا بنده که جونور شناس نیستم، ولی این جونور به خصوص مؤنثش خوشخط و خاله. حاج آقا تیرتون به هم نمیخوره، شما کجا ما کجا.
و مردهای هوسران رو در واقع میلغزونه و میندازه. مگه کوری عمو؟ یه بوغ باقی چیزه؟ به قول سعدی میفرماید بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. خدا اسم این مسلمان ها رو امثال شما ها که خراب کرد. عرف بازار که دلبری و تیغزنیه، اما رفیقمون آبگریته، هم دلو میبره هم دینو. مرغ از قفس پرید، افسانه رو میگم. ببین نمیدونی چه اوتویی زد. کیو حاج یوسف؟ اما حاج آقا میدونه که این دختر داره شیطنت میکنه، بهش میگه، بهش یادآوری میکنه، میگه شما باید دانشجو باشی و چند تا واحد در فنون شیطنت پیش شیطان پاس کرده باشی. دخترم شما احتمالا باید دانشجو باشید ها؟ بله حاج آقا. چطور مگه؟ اینجا یک معارضه و مبارزه درونی برای این حاج آقا ایجاد میشه. باید ایمان خودش رو حفظ کنه، باید پشت پا به تمایلات نفسانیش بزنه. آیا قدرت این کار رو داره یا نه؟ دنیا مثل عروس هزار داماد است، برای هر کسی یک طوری خودش رو بزک میدونه. آدم زیبا با لز، پولدار با بز، مقام دارد با مز. رویارویی حاج آقا با تمایلات نفسانیش اون جهاد اکبره، جهاد با امیال نفس، جهاد با کشش های غریزی که میتونه انسان رو به فساد اخلاقی بکشونه. حاج آقا داره جهاد اکبر میکنه، در درونش یه نیروی به گردش در اومده، به حرکت در اومده. عاملش هم اغواگری های اون دختره. حاج آقا؟ کدوم حاج آقا؟ آبرو هر چاجه برده. اما حاج آقا مجاهده، میخواد جهاد اکبر بکنه، میخواد این سنگر رو حفظ بکنه، نذاره. ناموسای قدیم هم هزار جور سرخ و سفیدا به خوشو نمایدن تو محل را بیفتن که هر مردی از تو پنجره اون بود و کلش بازش بسترش حرف بزنه. اون شخصیت اصلی که برخواسته از سنگر عرفانه میگه که من باید نفس خودم رو ملامت بکنم. این دختر داره اغواگری میکنه، داره شیطنت میکنه، من نباید تسلیمش بشم، من باید در سنگر ارزش های خودم استواری به خرج بدم و پایداری بکنم. یعنی جهاد با نفس، نه سرکوب دیگران، نه سرکوب دیگران. اینجاست که بسیار بسیار قضیه اهمیت پیدا میکنه. یعنی درست مثل شیخ صنعان میگه لا ابرئ نفس ان النفس لاماره بالسوء و ما ابرئ نفسی و ما ازکاها، که هر چه نقل شود ز آدمی در امکان است. به همین دلیل اینجا ما میبینیم که روشی که این حاج آقا داره که یه روش عرفانیه با روشی که فدایان اسلام مثلا 50 سال پیش در بیانیه هاشون مینوشتن، در بیانیه اعلام موجودیتشون مینوشتن که نمیدونم آتش هوس از بدن برهنه زنان عریان شعله میکشه و ایمان مردان رو میسوزونه، به همین دلیل اونا باید حجاب و مقنعه و این حرفا سرشون باشه تا مردان نلغزند، اینطوری برخورد نمیشه اصلا با قضیه. برخورد یه برخورد معنوی و درونیه، یه جهاد درونیه. حاج آقا میگه این آتش هوس و غریزه رو باید با آب حلم و تقوا و تهذیب نفس اطفاء کرد، خاموش کرد، وگرنه
انسان به سرنوشت اون برسیسای عابد دوچار میشه. استاد ما، شیخ ما، مراد ما آخر عاقبتش میشه آخر عاقبت برسیسای عابد رسوایی به بار میاره، چون اونم عابد بود اما عارف نبود. عالم و عابد و زاهد همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. این فیلم آقای دهنمکی بدون تردید یک پیروزی انکارناپذیر برای عرفان، برای مکتب عرفان انسانساز اسلامیه. مکتب عرفان که در ایران سریان داره، در طول سده ها جریان داره. وقتی که این دختر رسوا در تلاش خودش برای از راه به در کردن حاج آقا ناکام میشه، اون وقت دل در گرو عشقش میبنده. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی است. فضایی که به وجود میاد فضای عشق معنوی و یادآور ارادتیه که مولانا به استاد و راهنمای خودش جناب ملکداد شیخ شمس الدین تبریزی پیدا کرد. فضای فیلم به این ترتیب میشه. اینجا دیگه این دختر عاشق روحانیت و معنویت حاج آقا شده، ارادت بهش میبرزه، دیگه نمیخواد اغواش بکنه بلکه تسلیمش میشه، شکسته میشه و میگه دست منو بگیر و من رو از این ورطه نجات بده. این که اومده بود که حاج آقا رو بغلتونه تو ورطه انحراف، حالا به پای حاج آقا میفته که دستم رو بگیر و از این ورطه من رو بکش بیرون و نزار بشکنم. حاجی نزار بشکنم. این فضای عرفان اسلامی که در ایران سریان داشته این فیلم داره ارائه میده. سراسر شعرهایی که در این فیلم خونده میشه، سراسر آوازهایی که در این فیلم خونده میشه، همش برخواسته از متن آموزش‌های اساطیر تصوفه. که چراغداران و مشعلداران عرفان اسلامی در ایران و در جهان بودند. مسعود دهنمکی با این فیلمی که درست میکنه نشون میده که یک مرز گذار ناپذیری بین اون مکاتب وارداتی و شبه عرفانی که در ایران به عنوان مکاتب عرفان دروغین یا عرفان کاذب یا غیر مطرح شده و عرفان اصیل اسلامی که در ایران سریان داشته و میجوشیده و میجوشه وجود داره. اشعاری که خونده میشه یا مال سعدیه یا مال حافظه یا مال مولاناست. اصولا فضای فیلم فضای عطار نیشابوریه. میگه زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. ای گدایان خرابات، خدا یار شماست، چشم انعام مدارید ز انعامی چند. یا حتی اکبر عبدی در نقش اون حاج آقا این شعری رو که حافظ برای حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی سروده میخونه: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آنان که خاک را به یک نظر کیمیا کنند،
بعضی وقتا وقت میکنند یک نگاهی هم مختصر به ما کنند پنبه ما را آمیرزا چه وقت میکنید بزنید که در واقع یادآور اون شعر سید نورالدین نعمت الله که میفرماید ما خاک راه را به نظر کیمیا کنی صد درد را به گوشه چشمی دوا کنی. به هر حال بحث در این فیلم بحث عرفانه، عرفان شاه نعمت الله، عرفان عراقی، عرفان رومی، عرفان سعدی، عرفان حافظ، عرفانی که از مکتب تصوف شعلش جهانگیر شده، عرفانی که سرچشمه آموزشهاش قرآن مجید، سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، روش ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام، آموزشهای بزرگانی از مشایخ مانند شیخ حسن بصری، این عرفان ارائه میشه. مسئولیت درست کردن این فیلم به عهده مسعود دهنمکیه. ما میدونیم سابقه مسعود دهنمکی چی بوده، زنجیر میکشیده، لاتبازی در میآورده، کتک میزده مردم و تمام این کارها. بعد اومد وارد عالم هنر شد. حالا الان وظیفه‌ای که به عهده‌اش واگذار شده دفاع از ارزش‌های عرفانی برای نجات اخلاقی جامعه در شرف سقوط، در شرف سقوط اخلاقی جامعه که توش اعتیاد بر اساس آمارهای رسمی، فحشا بر اساس آمارهای رسمی بیداد داره. اینجاست که مشاهده میکنیم که پایوران نظام اومدند و میگن راه حل مشکلات بسیار زیادی که جامعه ما باهاش دست به گریبونه عرفانه. این نکته بسیار مهم عزیزان، بسیار مهم. مسعود دهنمکی بعد از اینکه فیلم اخراجی ها رو درست کرد، رهبر نظام تقدیر کرد. اما شخصیت این داستان کیه؟ این حاج آقا کیه؟ آیا یک تصویر خیالیه یا نه یه واقعیتی داره؟ توجه داشته باشید که آقای شریفی‌نیا تصور میکرد که نقش اول، یعنی نقش این حاج آقا بهش واگذار میشه و نشد. این نقشی که من بازی میکنم نقش به لحاظ بازی نقش مؤثرتر و مهمتری هم هست اتفاقا، ولی اون نقش روحانی نقش ویژه بود، یعنی نقش کاملا متفاوت از بقیه نقش ها. اگر مثلا این کار رو ما شهری بر ما کلید میزدیم، من میبایست یه 7-8 کیلویی کم میکردم که به اون کاراکتر عارف و اون روحانی فیلم بخوره و اون اتفاق میفته. اون حاج آقا کسیه که تو این سیستم ازش به عنوان عارف تجلیل کردن و یاد کردن، گفتن این شخص عارف بود، نگفتن فقیه بوده، نگفتن متکلم بوده، نگفتن محدث بوده، نگفتن رجالی بوده، گفتن عارف بوده. این کی بود؟ در واقع این شخص عزیز الله خوشوقت، یعنی پدر عروس رهبر نظام، همسر آقا مصطفی خامنه ای که اخیراً از دنیا رفت. میگفتند که این شخص عارف بوده، یعنی از دنیا دل کنده بوده، اصولاً سکوت و صمت بهش غلبه داشته. وقتی که ما به چهره اکبر عبدی نگاه میکنیم که چطوری همه باز پردازش عزیز الله خوشوقته، یعنی اینجوری که در احوالش نوشتن میگن که این شخص از شاگردان خاص علامه طباطبایی بوده. من اطلاع ندارم در این زمینه، این چیزی که توی ویکی‌پدیا راجع بهش نوشتن.
اما به هر حال به عنوان یک چهره عرفانی در درون نظام، در درون بالاترین رده های نظام ارائه شده و راجع بهش گفتگو شده. اکبر عبدی ایفا کننده شخصیت شخصی مانند عزیز الله خوشوقته و سناریو و فیلمبرداری و تهیه کنندگی به عهده مسعود دهنمکی سپرده شده. همه اینها برای چیه؟ برای اینکه فضای تصوف و عرفان رو احیا بکنه. یعنی در ادامه راهی که مارمولک بازش کرد، رسوایی درست شد. اینها در واقع اتفاقی نیست. اما وقتی که این فیلم برای ائمه جمعه و جماعات اکران شد و قرار بود که بعد اکران نوروزی بشه، دهنمکی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و حتی به اون گفته شد که شما این فیلمو چجوری میخوای به امام زمان نشون بدی؟ دقیقاً شخصیت منفی در این فیلم اون شخصیت قوقاسالار هاست که مردم رو بسیج میکنن برای اینکه سنگ بپرونن، شیشه خونه مردم رو بشکنن و سوء استفاده از آیات قرآن بکنن. بیو بستس و بی صدور ناس من الجنة من ناس اقصیت لنا اقصیت لنا اقصیت لنا. من از شما این شب یه تماس دارم، سنگاتون رو برداریم و این خونه فساد رو بر سر فاسقش خراب کنید. یو وسوسه صوفی صدور الناس من الجنت و الناس رو میخونه و بعد میگه سنگ بردارین و پرت بکنین. این داره استفاده ابزاری از قرآن میکنه. این چیزی نیستش که این کسانی که خودشون همین کارا رو کردن و با همین روش ها حسینیه ها رو آتش زدن و بر علیه تصوف موضع گرفتن و بعد از اینی که مثلا حسینیه رو در بروجرد و آتش کشیدن، اومدن تابلو بلند کردن که صوفیه رو شکستیم، صهیونیسم منتظر تو هستیم رو علم کردن، خوششون بیاد. مسلما خوششون نمیاد. این یه گام بزرگه، هم در کارنامه فعالیت‌های هنری دهنمکی که نشون میده که مسیرش رو عوض کرده و هم در کارنامه کسانی که از دهنمکی خواستند که دست به درست کردن یک چنین فیلمی بزنه. تا ادامه این گفتار در رابطه با این فیلم که صحبت بسیار بسیار زیاد خواهد بود، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگه. Freedom for us! Freedom for us!
فریدم فور نصرین، فریدم فور نصرین، فریدم فور نصرین، فریدم فور نصرین، فریدم فور داشتن، فریدم فور داشتن، فریدم فور داشتن، فریدم فور نصرین، فریدم فور نصرین، فریدم فور نصرین، فریدم فور نصرین، فریدم فور داشتن، فریدم فور داشتن، فریدم فور نصرین، فریدم فور نصرین، فریدم فور نصرین، فریدم فور داشتن، فریدم فور داشتن، فریدم فور داشتن، فریدم فور داشتن. Freiheit für Nasrin, Freiheit für Nasrin, Freiheit für Nasrin.
Must be free.